سے ایک جو سے یه دونه. سلام، عصر بخیر خدمت همه عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید. در خدمت عزیزان هستیم با جلسه دوم پایه 11. ما جلسه قبل در واقع صفحه اول معرفی واژه مول و تبدیل واحدها و صفحه سوم اگه اشتباه نکنم کامل درس دادیم. صفحه 4 تست اولم بچه‌ها حل کردیم. ما صفحه 4 تست شماره 1 هم حل شد. بله 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 بله. پس امروز انشالله قراره که موازنه کردن واکنش ها رو استارت بزنیم، درسته؟ آها، خوب، خیلی هم عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. باشه، توکل به خدا. پس بریم داستان موازنه کردن رو من برای عزیزان تعریف کنم، ببینیم قضیه موازنه چیه. فقط قبلش عزیزانی که در واقع ثبت نامشون تکمیل شده از طریق پنلشون میتونن جزوه رو در واقع بردارن، جزوه کامل در واقع فصل 1 تو پنلشون قرار گرفته. فیلم جلسه قبلم با کیفیت HD در پنلشون هستش، میتونم فیلم جلسه قبلم در واقع ببینن. یه زحمتی هم بکشید، یه زحمتی هم آخر کلاس آدرس گروه تلگرامو بهتون میدم و در واقع عضو گروه تلگراممونم میشید که از این به بعد تکالیف و پیام ها و در واقع رفع اشکال و همه اینا از طریق در واقع گروه تلگرامتون صورت بگیره. بسیار عالی. بریم در مورد موازنه کردن ببینیم داستان موازنه کردن چیه، به چه صورتیه. موازنه کردن داستانش چیه آقا؟ ما یه قانونی داریم به نام قانون پایستگی جرم. قانون پایستگی جرم چی میگه؟ میگه آقا وقتی شما توی ظرف دربسته ماده A و B و وقتی وارد میکنی با هم واکنش میده، تبدیل به فرآورده میشه، جرم از بین نمیره، به وجودم نمیاد. پس مجموع جرم مواد قبل از انجام واکنش با مجموع جرم مواد بعد واکنش با هم دیگه برابر هستن. مثال میزنم، یه مثال خیلی ساده، مثلا شما میای گاز نیتروژن و اندو رو با H2 ترکیب میکنی، اندو علاوه H2. حالا هر یه مول اندو با 3 مول H2 ترکیب میشه و تولید 2 مول NH3 میکنه. حالا نکته جالب چیه؟ نکته جالب، الان تو سمت چپو شمارش کن، چند تا نیتروژن دارم؟ 2 تا نیتروژن دارم ایناش. سمت راستم شما 2 تا نیتروژن داری؟ مرسی، سمت راستم 2 تا نیتروژن. سمت چپ چند تا؟ سمت چپ چند تا هیدروژن دارم؟ 3 تا هیدروژن داری. 3 تا H2 میشه 6 تا اتم H. 6 تا اتم H داری. خب 3 2 تا 6 تا دیگه. خب اون ور را کن، یه ضریب 2 داری که ضرب در 3 شده، اون ور هم میشه 6 تا H. آها، ما اصطلاحا هم میگیم بچه ها تعداد اتم های نیتروژن اون ور اتم و اتم، تعداد اتم های نیتروژن این ور 2 تا بود، این ور هم 2 تاست. تعداد اتم های هیدروژن اینجا 6 تاست، این ور هم 6 تاست. پس تعداد اتم های N در 2 طرف یکسانه، تعداد اتم های H در 2 طرف یکسانه. یه وقت سوتی ندی ها، چون بعضی ها که دیدی فرق اتم و مولکول رو نمیفهمن. میگیم که آقا
آیا در دو طرف واکنش مثلا تعداد مولکول ها هم باید با هم برابر باشن؟ خب کی گفته؟ الان من یه مولکول اندو اینجا دارم، سه تا مولکول هاشتو اینجا دارم، پس این ور چهار تا مولکول دارم، در حالی که این ور دو تا مولکول دارم. مولکول ها نباید برابر باشن. اون چیزی که در دو طرف باید با هم دیگه برابر باشن تعداد اتم های تعداد اتم ها. بله، قانون پایستگی جرم به ما اینو میگه، میگه آقا مثلا بیا جرم نیتروژن رو حساب کنیم، N 14 هاش هم 1، اینا جرم های مولیه. خب شما وقتی یه مول اندو داری، اندو میشه 28 دیگه، 2 تا 14 تا، پس 28 گرم از این داری، 3 مول هاش 2 از این داری، هاش 2 یعنی 2 1 2 تا، 3 2 تا 6 گرم از این داری. خب 28 با 6 میشه چند؟ میشه 34 گرم سمت چپ داری. پس برم ببینم سمت راست چقدره. سمت راست 2 ضرب در ان که 14 به علاوه 3 تا هاش، 3 تا 1، خب 14 با 3 که میشه 17، 2 تا 17 تا 34، این ور 34، این ور هم 34. ایوالا، پس جمع جرم های دو طرف با هم دیگه برابر شد. پس قانون پایستگی جرم مفهومش همینه دیگه. بله، به میان قانون پایستگی جرم. خب بر مبنای همین مفهوم، بر مبنای همین مفهوم من میخوام برم سراغ موازنه کردن. منظور از موازنه کردن یعنی چی؟ حالا منظور از موازنه کردن رو من اینجا یه مثال برات بزنم، یه لحظه نگاه کن مفهوم موازنه یعنی چی. مثلا به تو میان میگن MG خب به علاوه اندو میده MG سه اندو. خب بچه های عزیز من، تو میای میبینی سمت راست سه تا منیزیومه، خب اینجا هم میذاری سه تا منیزیوم، اینجا دو تا اینه، اینجا هم دو تا اینه، اینجا هم که ضریبش یکه، پس میگن این واکنش موازنه شده، توازن ایجاد شده. منظور از موازنه یعنی تعداد اتم های هر عنصر در سمت راست و چپ با هم دیگه برابر باشن، به این میگن مفهوم موازنه. خب خیلی عالیه. موازنه کردن موازنه کردن الف روش وارسی. روش وارسی یه روش کتاب درسیه، روش کتاب درسی خیلی روش چرتیه. اومده میگه به ترکیبی که دارای بیشترین تعداد اتمه ضریب یک بدید. به ترکیبی که بیشترین تعداد اتمو داره، به قول خودمون گنده مونده تره، یه ضریب یک بده، بعد با توجه به تعداد اتمهای اون ترکیب ضرایب بقیه رو پیدا کن. خیلی روش چرتیه. ما از روش وارسی استفاده نمی کنیم. ما برای موازنه کردن یه روش داریم تحت عنوان روش دیگر، یا معمولا بچه ها میگن روش آقا. با روش آقا میریم. بله، روش آقا، به اون روش هم خواهیم رسید. اما یه سری قوانین برای موازنه کردن، گوش کن قوانین موازنه رو من بگم. هنگام موازنه کردن، هنگام موازنه کردن به زیروند نباید دست بزنی ها. قانون یک، یعنی تو حق دست زدن به اینا رو نداری ها، اینا زیرونده. شما موقع موازنه کردن حق دست زدن به زیروندها رو نداری، پس نباید زیروندها رو تغییر بدی، اینو فراموش نکن. قانون دو، ضرایب در معادله موازنه شده باید کوچکترین عدد طبیعی ممکن باشه. این جمله یعنی چی بچه ها؟ کوچکترین عدد طبیعی ممکن باشه. مفهوم این جمله یعنی چی؟
من این جمله رو میخوام برای تو جا بندازم. یه لحظه نگاه کن، الان به نظر تو این موازنه درسته یا غلطه؟ 4 تا هاش دو به علاوه 2 تا او دو میدهد 4 تا هاش دو او. بریم چک کنیم ببینیم این موازنه درسته یا نه. بریم چک کنیم. 4 دو تا 8 تا هاش اینجا داره، 4 دو تا 8 تا هاش اینجا داره، 2 دو تا 4 تا او اینجا داره، 4 تا او هم اینجا داره. ظاهر قضیه درسته، ولی بچه با سواده میگه استاد ذرایبی که شما گذاشتید همشون به 2 ساده نمیشن؟ ای راست میگه بچه ها، تمام ذریبایی که اینجا گذاشتی به 2 ساده میشن. یعنی الان 4 2 4 همه رو به 2 ساده کن، همه رو به 2 ساده کن، آها میشه این. پس نتیجه تو قوانین موازنه نباید همه ضرایب به یه عدد ساده بشن. این خیلی نکته مهمیه، پس دقت کن. ببین همین نکته خیلی ساده بعدها 6 ماه 7 ماه دیگه برای بچه های 12 مسئله ساز میشه. بهشون واکنش میدم، شکل میدم، میگم موازنه ها رو انجام بدید. این نکته رو نباید فراموش کنی، ضرایب نباید ساده بشن، همه ضرایب نباید یه هوی به یه عدد ساده بشن، ضرایب باید کوچکترین عدد طبیعی ممکن باشن. پس اینو به خاطر داشته باش، حتما این نکته رو اینطوری بنویس که بفهمی منظور من از این جمله و قانون شماره 2 چی بوده. قانون شماره 3 ضرایب باید غیر کسری باشن. بله ما تو قوانین موازنه ضریب کسری رو نمیپذیریم، ضرایب باید غیر کسری باشن. خیلی هم عالی. اوکی. اما وقتی یه معادله به شما میدن، شما معادله رو به 2 صورت میتونی بخونی. یا بیای برگردی بگی 2 مول هاش دو با 1 مول او دو میده 2 مول هاش دو او. همه رو با اسم مول بخونی، همه رو با نام مول بخونی. یا بیای اصلا اسم مول رو بذاری کنار، بگی 2 مولکول هیدروژن با 1 مولکول اکسیژن میدهد 2 مولکول بخار آب. هر دو شیوه خوندن معادله درسته. حالا اما بریم سراغ روش آقا. روش منو میخوای یاد بگیری، 3 تا قانون داره. باید امروز قوانین رو دونه دونه بهت توضیح بدم تا تمام قوانین رو دونه دونه یاد بگیری. گوش کن ببین قوانینمون چیه. بریم سراغ قوانین به ترتیب. اول از همه قانون شروع. همیشه بچه ها یه سوال خیلی واضح تو موازنه همه میپرسن، میان میپرسن که استاد موازنه رو ما از چی شروع کنیم؟ این سوال رایج بچه هاست، موازنه از چی باید شروع شه؟ موازنه رو از عنصر، از عنصری آغاز کنید که در سمت راست و چپ، یعنی به عبارتی در هر سمت فقط توی ترکیب باشه. دقت کن، در سمت راست یا در سمت چپ تو یه جا اومده باشه، یه جا تکرار شده باشه. آها اگه با این شرط چند تا عنصر پیدا کردی، بهتره که اون عنصر تعداد اتمهاش بیشتر باشه، در ضمن عنصر تنها و آزادم نباشه. پس این قانون شروعه. قانون شروع یه لحظه بخون اول بفهمی چیه تا من تو مثال بهت بگم.
اول حفظش کن. قانون شروع چیه؟ قانون شروع موازنه رو از عنصری آغاز کنید که موازنه رو از عنصری آغاز کنید که در هر سمت راست و چپ فقط تو یه ترکیب باشه، فقط یه جا اومده باشه. بهتره که اون عنصر تعداد اتمهاش بیشتر باشه. یعنی اگه با این شرط چند تا عنصر پیدا شد، برو سراغ اونی که تعدادش از بقیه بیشتره و عنصر آزاد نیست. آها، خب من یه توصیه کنم، این قانون رو یه لحظه ببین، حرفم رو گوش کن، یه دو سه دور بخونینو، قانون شروع ملکه ذهنت باشه، اون موازنه رو از عنصری شروع کن که در هر سمت یعنی راست یا چپ فقط تو یه ترکیب باشه، فقط در یک ترکیب باشه. آها آها، اگه فهمیدی این جمله منو، بیا اینجا، بیا من منظورمو به توضیح بدم. نگاه کن، الان تو این موازنه کلسیوم تو دو جا اومده سمت راست، پس به درد ما نمیخوره. کلسیوم تو دو جا اومده، من عنصری رو میخوام که تک پر باشه، یعنی تو یه جا باشه. خب هاش به درد من نمیخوره، هاش به درد نمیخوره، او به درد نمیخوره. خب کیا به درد میخورن؟ پی خوبه، اس خوبه، اف هم خوبه، چون چه سمت راست چه سمت چپ تو یه ترکیب تکرار شده، تو یه ترکیب تکرار شده. شاگرده میگه خوب الان سه تا عنصر پیدا کردی که خوبه، حالا کدوم خوبتره؟ اونی که تعدادش بیشتره. بس بریم سراغ تعداد بیشتره. پیک دوتاست، پیک دوتاست، اس که یه دونه است، اف هم یه دونه است، پس کی بهتره؟ پی بهتره. پس ای والا، پس با پی شروع میکنم. ای والا، با پی شروع کردم، استارت با پی، با پی شروع کردم. بچه ها فهمیدن؟ فهمیدن؟ آروم آروم گفتم، همه فهمیدن؟ با پی شروع کردی؟ خوب با پی. نگاه کن چی کار میکنم. پی اینجا، اینجا چند تاست؟ پی پیو بشمار، دوت. این ور چند تاست؟ این ور پی سه تاست، این ور سه، این ور دو. سه و دو که به هم بخش پذیر نیستن. چیکار میکنم؟ پشت سه میذارم دو، پشت دو میذارم سه. ایول، که شیش تا فسفر این ور بشه، شیش تا فسفر این ور بشه. اوکیه؟ اوکی به من بده، اونا که فهمیدن اوکی بده. اوکی اوکی اوکی. خب من فعلا میخوام با قانون شروع برم، میخوام بعدی رو شروع کنم. شروع استاد، او که بده، او بده، آفرین، تو چند جا اومده؟ ولی استاد جان کربن خوبه، هاش خوبه، اینم خوبه، کربن و هاش و این همشون خوبه. بچه به نظر شما بین کربن و هاش و این از کدوم شروع کنیم؟ به نظر شما بین کربن، هاش و این از کدوم شروع کنیم؟ آفرین به اونایی که گفتن هاش. بچه باهوشن دیگه، میگن کربن سه تاست، هاش پنج تاست، این سه تا. اونی که تعدادش بیشتره، مرسی، با هاش شروع میکنیم. خب بچه ها
خودتون جواب بدید، خودتون جواب بدید. هاش اینجا 5 تاست، هاش اینجا 2 تاست. 52 که بخش پذیر نیستن. چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ پشت 5 بذار 2، پشت 2 بذار 5. تمام. آها بسیار عالی. اونایی که فهمیدن یه اوکی بدن. اوکی 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 اوکی. بریم پایینی، بریم پایینی. میخوام شروع کنم. بچه با سواده میگه، بچه با سواده میگه استاد 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 او که بیریخته اوزا، او خیلی بیریخته. خب او اوزا خرابه، کربونه خوبه، سمت راست فقط اینجاست، سمت چپ هم فقط اینجاست، این خوبه، هاش هم خوبه. بریم ببینیم از کدوم شروع کنیم. کربن سمت چپ دوتا داره، نیتروژن هم یه دونه داره، هاش دوتا یه دونه. بچه ها به نظرتون از چی شروع کنم؟ شماها بگید از چی شروع کنم به نظرتون؟ استارتو با چی بزنم؟ هاش، آی ماشاءالله درسته. هاش اینجا، اینجا 2 2 1 5 تاست، این ور 2 تاست، این ور 5 تاست، این ور 2 تا. چیکار می‌کردیم؟ یه 2 اینجا می‌ذاریم، یه 5 اینجا می‌ذاریم. آها پس قانون شروع رو یاد گرفتی. حله؟ حله؟ این قانون شروعه. من یه 3 تا رو شروع کردم برات، به اینا میگن قانون شروع. خب حالا برگردیم سراغ قانون ادامه. این مهمه، اینو اگه بفهمی، اینو اگه بفهمی دیگه کار ما اوکیه. این قانون ادامه رو درست بفهم. عادل جان فرقی نداره، هم راست هم چپ، در دو طرف همزمان نگاه کن. قانون ادامه چی میگه؟ میگه آقا شما با کی شروع کنم و فهمیدی، حالا با چی ادامه بدی؟ قانون ادامه میگه موازنه رو با اتمی ادامه بده، موازنه رو با اونی ادامه بده که تعداد آنها فقط توی ماده مشخص نشده باشه. یعنی چی؟ جلوش بنویس. یعنی با عنصری ادامه بده که ضریب آن فقط در یک ترکیب مجهول باشد، ضریب آن فقط در یک ترکیب مجهول باشد. یه بار دیگه تکرار میکنم، ضریب آن فقط در یک ترکیب مجهول باشد. یعنی چی؟ کلتو یه بالا. الان من با کی ادامه میدم؟ نگاه کن، من با کی ادامه میدم؟ من میگم که بچه ها مثلا فلور سمت چپ ضریبش معلومه چند تاست؟ 2. پس سمت راستم باید 2 باشه. ایوه، پس با فلور ادامه دادم. دوباره ادامه بدم، بعد فلور میرم سراغ مثلا کلسیوم. بگو چرا. کلسیوم اینجا چند تاست؟ 2 5 تا 10 تا. کلسیوم اینجا چند تاست؟ 3 تا. خب اونور 10 تاست، اینجا 3 تاست، چند تا دیگه میخوای؟ 7 تا. پس پشت این کلسیومه یه 7 میذارم.
ایول، یعنی کلسیوم فقط تو یه جا مجهول بود. ایولا، پس کلسیوم هم اوکی شد. بعد برم سراغ کی؟ گوگرد. گوگرد الان اینجا چند تاست؟ 7 تا گوگرد، 7 تا اسه. خب 7 تا گوگرده، اینجا هم 7 تا گوگرده. ای استاد موازنه تموم شد؟ تموم شد. استاد هیدروژن ها و اکسیژن ها رو چک نکردیم، خودت برو تو خونه چک کن. درست. ایول. آها خب یه سوال دارم، بذار ببینم تو پایینی حرف منو فهمیدی؟ بذار ببینم تو پایینی حرفمو فهمیدی؟ الان با هاش شروع کردی، آفری. من میگم بعد هاش مثلا بیا بریم سراغ کربن. کربن، کربن دو سه تا، دو تا سه تا، شش تا. خب باشه شش تا. بریم سراغ نیتروژن. نیتروژن دو ضرب در سه، دو سه تا، شش تا. خب از یه سهم اینجا میذارم. بریم سراغ اکسیژن. اکسیژن شد آخر سر. اکسیژن دو تا نه تاست، 18 تا. خب اینجا میشه دو شش تا 12 تا، با 5 تا 17 تا. دقت کردید؟ اینی که ضریب نداره رو من نمیشمرم. اینی که ضریب نداره یعنی مجهوله. دقت کن، دو نه تا 18 تا، اینجا 12 و 5 17. یه دونه دیگه میخوام. خب یه دونه او میخوام استاد، ضریب این کم بذارم که تو دو ضرب میشه بشه 1. آها یعنی ضریب این رو باید 1/2 بذارم. بگو چرا. او دو یعنی دو تا اوه، 1/2 میذارم که دو دو ضرب شه بشه 1، جمعش با 17 بشه 18. شاگرده میگه ای استاد شما گفتید ضریب کسری نباید باشه. خب باشه، آخر موازنه است دیگه، موازنه تموم شده. حالا که ضریب کسری شد، همه رو میام توی مخرج کسر تو دو ضرب میکنم که این کسر از بین بره. ایول، پس جلوش نکته بنویس. بنویس نکته جلوی شماره دو، بنویس نکته. هرگاه، هرگاه در آخر موازنه ضریب کسری شد، هرگاه در آخر موازنه ضریب کسری شد، همه ضرایب را در مخرج کسر ضرب میکنیم. همه ضرایب در مخرج کسر. همه ضرایب در مخرج کسر ضرب می شود. ساینا میگه که استاد، گوش کنید ساینا چی میگه. ساینا میگه استاد مگه این دو با این دو ساده نمیشه؟ ساینا جان ضریبش 1/2، تو شمارش ما میگیم 1/2 تو دو، تو شمارش، ولی در حال حاضر که 1/2 گذاشتیم دیگه. ضریبش در حال حاضر تو موجودیتش 1/2، تو محاسبه میگیم 1/2 ضرب در 2 میشه 1. آفری، ولی حق نداری کسری بذاری، پس به خاطر همین تو مخرج ضرب میکنی. گلم رحمانی میگه که استاد اگر آخر موازنه نبود چطور؟ خودتو یه خورده نگهدار رحمانی جان. آها خب نگاه کن ببینیم داستان چیه. حالا بریم سراغ موازنه سوم. موازنه سوم بگم بعد سه تا رو با هم عکس بندازی. نگاه، با هاش شروع کردی، خب بریم سراغ کدوم عنصر.
برم سراغ اونی که تو یه سمت وضعیتش معلومه، مثلا نیتروژن. نیتروژن اینجا یه دو هم پشت دو تا نیتروژن آره دارم، اینجا هم دو تا نیتروژن دارم، پس با N ادامه دادم. کربن یه دونه اینجا دارم، یه دونه اینجا دارم، دو تا کربن تو یه دو ضرب شه چهار تا کربن، پس یه چهارم اینجا گذاشتم، پس کربنم خوب بود. آره، حالا برم سراغ اکسیژن. اکسیژن چهار دوتا، بچه با من بشمارید، چهار دوتا هشت، با پنج تا اکسیژن 13 تا اکسیژن، پس سمت راست 13 تا دارم. اینو که نمیشمارید بچه ها، چون این ضریب نداره، این مجهوله، اینو حق نداری بشماری ها، این مجهوله. این بریه رو بشمار، دو تا اکسیژن اینجاه که ضرب در دوش بشه میشه شن 4، اینجا 13 تا او بود، اینجا 4 تا، 13 منه 4 میشن 9، پس پشت او دو میذارم 9 دوم. به چه نیتی ساینا؟ که تو شمارش 2 با 2 بره 9 با 4 بشه 13. کسری شد، آخر موازنه است، نو پرابلم، تو مخرج کسر ضرب میکنم. همه رو تو دو ضرب کن، راستی همه رو تو دو ضرب میکنی؟ چون بعضی ها من دیدم بیدقتن، بذار من یه بار ضرب کنم، همه رو تو دو ضرب کنم زدی به این میشه 4. خب چون دو دوتا شد 4 تا دیگه، زدی به این یکی، زدی به او دو میشه 9، بله، زدی به این میشه 8، زدی به این میشه 2، زدی به این میشه 10. یا تو بالایی تو دو ضرب میکردم، تو دو ضرب میکردم زدی باش میشه 4، این میشه 12، 10، 6، 1. بسیار عالی. حله سایدا میگه حل استاد، بسیار عالی، بسیار عالی. آها، حالا انقدر مثال دارم درس با دو سه تا دونه پیش نمیره، انقدر مثال دارم فول فول میشی. فعلا این سه تا رو یه عکس بنداز عزیزم، فعلا این سه تا رو یه عکس بنداز گلم. آره، قانون ادامه رو خانم زهرا محبی میگن که یه بار دیگه توضیح بدیم. بچه ها قانون ادامه رو برگرد رو جزوت بخون بفهمی، اونی که گفتم رو بخون عزیزم. قانون ادامه میگفت موازنه رو با عنصری ادامه بده که تو یه جا مجهول باشه. زهرا الان تو مثالای بعدی توپ توپ میفهمی، صبر کن عزیزم، اشکال نداره، تو مثالای بعدی گلم میفهمی. بذار یه عکس تا اینجا بگیرن. آها، خب بریم اینجا، بریم با اینا شروع کنیم. نگاه کن، میخوام با اینا برم. خب داوطلب کیه که با هم دیگه حلش کنیم؟ داوطلب کیو داریم الان؟ یه داوطلب بشه، داوطلب زهرا نجفی که داوطلبه دیگه، یه نفر داوطلبه، آریان داوطلبه، اطلس داوطلبه، فاطیما اسدی رو وصلش کنید لطفا. فاطیما جان سلام. سلام استاد، صدای من دارید؟ بله من صدای شما رو دارم. خوبی دخترم؟ خوبی. از کدوم استان هستی فاطیما؟ کرمان، کردستان، سیرجان. بسیار عالی سیرجان. خانم فاطیما خانم، بله، به نظر شما این موازنه رو از چی شروع کنیم دخترم؟ خب گفت که از قانون شما اگه استفاده کنیم باید عنصری رو انتخاب کنیم که در هر سمت
خوشم از بقیه بیشتر باشه. ولی اینجا که من نگاه میکنم به نظرم با بیشون کنی بهتر. چون دویستم که دوم با کنش تدایی منم با خانم فاطیما موافقم. بور سمت راست فقط تو این ترکیبه، سمت چپم تو این ترکیبه. البته فاطیما با نیتروژن هم شروع میکردی فرقی نداشت، یعنی چه با بور چه با این اوکی بود. خب فاطیما بور سه تاس اینجا، پس من پشت آفرین. خب پس شروع خانم فاطیما درست انجام داد. ادامه با چی ادامه بدیم فاطیما؟ فقط باید از نمون مشخص کنیم که توی این یه ترکیب ذریع بهش مشخص نشده باشه. اینجا سودیوم خوب انتخابش کنیم، چون هیدروژن توی چند دارد. پس سودیوم هم نکنیم کنیم. خب راست من همه باشه. باریکالله نگاه کن، نگاه کن زهرا خانم، ببین فاطیما چی گفت. فاطیما میگه سدیم اینجا فیکس شده سمت چپ، سدیم فیکس شده سه تا، سمت راست سدیم فقط تو یه جا مجهوله. زهرا فقط اینجا مجهوله، پس یه سه بذار پشت سدیم. پس با سدیم ادامه داد. خب فاطیما بعدش با چی ادامه بدیم؟ بعدم با کلا باید ادامه بدیم، چون سمت راست که ذریبش فیکس شده، باید سمت چپ ذریبش مشخص کنم که اونها میشه سه. منم با فاطیما موافقم، سه تا کلور یه دونم سه میذارم بشه سه تا کلور. راستی نیتروژن هم که خود به خود شد سه تا نیتروژن، سه تا نیتروژن، نیتروژن هم درست در اومد. حالا فاطیما جان هیدروژن ها رو بشمار از سمت چپ. خب سمت ماشاءالله فاطیما عالی. خانم فاطیما هفته پیشم بودی؟ بله شرکت کردم. آها پس تکالیف هفته پیشم هم انجام دادی فاطیما؟ بله. خب پس تا اینجا اومدی ما خفتت کنیم بپرسیم. خب بریم از فاطیما خانم بپرسیم. خانم فاطیما عناصر گروه 13 جدول تناوبی رو برای ما بخون ببینم. گروه 13 ها با بر شروع میشن، مثل بر، آلومینیوم، گالیوم، ایندیوم، تالیوم، نیهونیوم. ماشاءالله دوره هفتونه میخوام. عالی گفتی، باریکالله باریکالله باریکالله. عنصری با عدد اتمی 26 کیه فاطیما؟ 26 اتمی آهن. عالی، مرسی از فاطیمای عزیزمون، با شما خداحافظی میکنیم، بسیار سپاسگزارم فاطیما. خب چقدر زیبا حل کرد فاطیما. اما هر کسی هنوز احساس میکنه موازنه براش جا نیفتاده، این موازنه یه معجزه است. میخوای موازنه رو درست یاد بگیری اینو بفهم. اینو فهمیدی 50% موازنه راه افتادی رفته. اینو میخوام خودم حل کنم. نگاه کن یه لحظه، اینو خودم حل کنم. البته دست اطلس هم بالاسا، بذار بریم با اطلس حل کنیم ها. آره بذار اطلس رو بس کنیم. اطلس جان سلام. خانم اطلس به من بگو این موازنه رو با چی شروع کنیم، استارت رو با چی بزنیم؟ با هیدروژن شروع کنیم سمشون بهتره. خانم اطلس میگه با هیدروژن شروع کنیم. بچه ها به جز هیدروژن یه خبر بهت بدم، به جز هیدروژن با هیچکی دیگه نمیتونی شروع کنی. بچه ها یه خبر بهت بدم، سدیم تو دو تا جایه، کلور تو دو تا جایه، او هم تو دو تا جایه. فقط با هیدروژن میشه شروع کرد.
چه موازنه با حالی بود. فقط با هیدروژنی که اطلس گفت میشه شروع کرد. خب اطلس هیدروژن اینجا دوتاست، منم یه دو میذارم اینجا بشه دوتا. پس قانون شروع من فهمیدم. اما یکی از بچه ها نوشته بود، خانم کی بود؟ زهرا بود، نوشته بود من قانون ادامه رو نفهمیدم. اطلس به ما بگه با چی ادامه میده. اطلس الان با اکسیژن ادامه. اطلس میگه با اکسیژن. بذار ببینیم درسته. خب اکسیژن سمت چپ وضعیتش معلومه، ایناش دو تا اکسیژن داری مجهول دیگه نداری سمت چپ. بریم سمت راست. سمت راست یه دونه اکسیژن اینجا داری که معلومه، اکسیژن اینجا مجهوله. شاگرده میگه به شما به چی میگید مجهول؟ به اونی که ضریب نداره ما میگه مجهول. اکسیژن اینجا ضریب نداره، اکسیژن اینجا ضریب نداره، پس اکسیژن اینجا مجهوله. خب پس دمت گرم خانم اطلس، بابا ای والا کارت درست. با اکسیژن من میتونم ادامه بدم، چون اکسیژن اینجا دوتاست، اکسیژن اینجا یه دونه است، من یه اکسیژن دیگه هم میخوام. خب اطلس پشت او سه، اینجا زیربندش سه، پشت او سه چند بذارم؟ یه ضریب یک سوم بهش بدید. درود بر شما، یه ضریب یک سوم گذاشتم. بچه ها عالی، الان سه رو تو یک سوم ساین ضرب کن میشه یه او، با یه او میشه دوتا او. ای والا ای والا. یه عزیزی شاید سوال بپرسه، استاد به جز اکسیژن با چیز دیگه ای میشد ادامه داد؟ تو این موازنه با هیچ چیز دیگه ای نمیشد ادامه داد. بگو چرا. به خاطر اینکه بذار من یک سوم هم پاک کنم فعلا. به خاطر اینکه بچه خفنه میگه سدیم تو دو جا مجهوله، تو دو جا ضریب نداره، کلور تو دو جا مجهوله. ایول، پس با سدیم و کلور نمیشد ادامه داد، فقط با اکسیژن. به همون زیبایی که اطلس گفت، گفت اونجا دوتا اکسیژنه، اینجا یه اکسیژنه، آقای استاد یه اوه دیگه میخواییم، پس پشت او سه میذاریم یک سوم. یه شاگردی کی بود سوال پرسیده بود که استاد جان یه نفر نوشته نمیتونیم سدیم رو انتخاب کنیم. عرض کردم سدیم تو دو جا مجهول بود دیگه، همینجا ضریب نداشت همینجا ضریب نداشت، بس با سدیم نمیشد ادامه بدیم، خیلی واضحه. یه شاگرد سوال پرسیده بود که اه 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 استاد ضریب کسری شد اما آخر موازنه نیست، وسط موازنه است، چه کنیم؟ آها، پس یه نکته اینجا اول همه بنویسن قبل از اینکه ادامه بدم. نکته بنویس، نکته بنویس، بنویس بنویس. هرگاه در وسط، هرگاه در وسط موازنه ضریب کسری شد، فقط ضرایبی که یافته ایم را در مخرج کسر ضرب می کنیم. فقط ضرایبی که یافته ایم، فقط ضریبایی که پیدا کردی رو حق داری تو مخرج ضرب کنی. یعنی چی؟ یعنی الان این ضریب دو رو تو سه ضرب می کنی میشه شیش، خب اینو تو سه ضرب میکنی میشه یک، اینم میشه چند؟ سه. آها، فقط ضرایبی که پیدا کردی و تو مخرج ضرب میکنی. خب ادامه بدیم باز. اطلس جان ادامه سراغ کی میری؟ الان خانوم اطلس میگه سراغ کلور بریم، ولی من مخالفم با اطلس. اطلس کلور هم اینجا مجهول ضریب نداره همینجا. آها
خانم اطلس، کلور هم راست هم چپ مجهول داره. تو دو آواری کلا، درود بر تو، درود بر تو. با کلور نرو، با کلور نرو، با کلور بری اشتباه میشه. کلور همینجا مجهوله، همینجا تصحیح کرد، گفت با سدیم بریم، با سدیم درسته. بچه با سدیم بریم، 6 تا سدیم اینجا دارم، خب یه دونه سدیم اینجا دارم، اینو نمیشمارم چون مجهوله. خانم اطلس پشت این سدیمه چند بذارم؟ 5. باریکلا، 5 تا سدیم، با یه سدیم 6 تا سدیم. حالا برو سراغ کلور اطلس، 5 تا کلور با یه کلور 6 تا کلور، پشت Cl2 چند بذاریم اطلس؟ 3 بذار. دم شما گرم، بسیار ممنون، متشکرم که اومدی، خیلی هم عالی، مرسی از اطلس عزیز. خب زهرا میگه خیلی ممنون استاد، الان قشنگ متوجه شدم قانون ادامه رو، خدا رو شکر، باریکلا باریکلا. یه آقایی پرسیده که استاد تو موازنه قبلیه نمیشد با کلور شروع کرد؟ از اون آقایونیه که دقتش پایینه، چون گفته بودیم وقتی تو قانون شروع چند تا عنصر پیدا کردی که این بر یه جا اومده بود اون برم یه جا، برو سراغ اونی که بیشتره. کلور که یه دونه از کچل بور ستاس، ای کچل. خب آقای رئیسی میگه عالی بود، خدا رو شکر، من برات ستاره زدم، به این معنا که اگر این موازنه رو درست درک کنی کلن موازنه رو فهمیدی، خیالت راحت. موازنه بعدی یه دقیقه فرصت، خودت حل کن، یه نفر رو وصلش میکنم، یک دقیقه. خب داوطلب، زیاد داوطلب شدن. آدریانا، آدریانا وصل کنیم خانم آدریانا رو. خانم آدریانا سلام، سلام دخترم، خوبی؟ خیلی. اسمتون رو درست تلفظ کردم؟ آدریانا؟ آدریانا. بسیار عالی. از چه استانی هستی خانم آدریانا؟ کرمان و شهر زیبای جیرفت. بسیار عالی. چه مدرسه‌ای هستید؟ فرزندان
فرزانگان. بسیار عالی. من آخرین باری که جیرفت همایش اومدم اگه اشتباه نکرده باشم برای سال 95-96 بود فکر کنم. دیگه از اون موقع دیگه سعادت اومدن به جیرفت رو نداشتیم. فکر کنم آخرین بار اون موقع ها بود. یه سوال، شما با چی شروع کردید خانم آدریانا؟ خانم آدریانا میگه با سدیم شروع کردم. بذار ببینم درسته. سدیم دوتا، سدیم جای دیگه هم که نیومده. آدریانا یه یک اینجا گذاشته، یه دو اینجا گذاشته، با سدیم شروع کرده. منم موافقم. با چی ادامه دادی آدریانا؟ با کلور. آدریانا میگه من با کلور ادامه دادم. بذار ببینم درسته. کلور سمت چپ که دوتا اومده، جای دیگه هم نیست، اونجا هم دوتا کلور، موافقم. با چی ادامه دادی؟ با هیدروژن. دوتا هاشه، اینجا هم که دوتا هاشه، با چی ادامه دادی؟ با گوگرد. یه دونه گوگرد، یه دونه گوگرد. خب پس آخر سر بریم سراغ اکسیژن. سمت راست چند تا اکسیژن داری؟ سمت راست چند تا اکسیژن داری؟ سمت راست چهار تا سمت راست دارم. دو تا اکسیژن اینجا داری، یه دونه اکسیژن اینجا داری، سه تا. پس یه دونه دیگه میخوای پشت او دو چند بذارم آدریانا؟ درود بر آدریانای عزیز، باریکالله. پشت اودو میذارم یک دوم. آخر موازنه است آدریانا، چیکار کنیم؟ همه رو در یه دو ضرب میکنیم. هفته پیش شما سر کلاس ما بودی؟ نه سر. خب بسیار عالی. پس آماده کن خودتو که هفته بعد ازت بپرسم. آه تکالیفی که میگم و هفته بعد خودتو آماده کن. زنده باشی. درود بیکران به شما و عزیزانی که در شهر جیرفت هستن. زنده باشید عزیزم. خوب خیلی هم عالی. خوب خیلی عالی شد، خیلی عالی شد. بریم سراغ موازنه بعدی. موازنه بعدی یک دقیقه فرصت با آرامش تمام و کمال بریم موازنه بعدی. یک دقیقه یه نفر رو داوطلب کنیم. باشه. یک دقیقه از الان شروع شد. داوطلب کیه؟ پرستو سیدی رو میخوام وصل کنم. خانم پرستو سلام. خانم پرستو
پرستو، خانم پرستو، سلام پرستو جان، شما خوبی؟ از چه استانی هستی پرستو؟ کرمان شهرستان. امروز هر کیو بس میکنیم از کرمانه. هفته پیش از زاهدان، استان گلستان، تهران، کره، این همه از امروز هر کیو بس کردیم. ماشاءالله به کرمانی ها. پرستو خانم سیدی از چه مدرسه هستن؟ درود بر شما پرستوی عزیز. فقط قبل از اینکه شما شروع کنی، یه خانمی پرسیده که تو قبلیه میشد از کلور شروع کرد. ای خدا، ای خدا، کلور که یه دونه است، سدیم که تعدادش بیشتره، چرا بی‌دقتی میکنید؟ ای بابا. پرستو جان شروع کن، بگو ببینیم با چی شروع کردی. اینجا همینطوریم با هاش شروع کنیم هفتیه، ولی هاشتون تعدادش بیشتره. منم با پرستو موافقم، منم جای پرستو بودم با هاش شروع میکردم. پرستو اینجا هاش چهارتاست، هاش ستاست، چه کنیم؟ خب اون بر سمت راست یه سه میذاره، پشتش سمت چپ راست. عالی، درود بر پرستو مسلط. بعد هاش با کی ادامه میدی پرستو جان؟ بعد هاش با این شروع میکنی؟ درود بر پرستو، احسنت. کسی که میگه با این شروع میکنیم، یعنی ببین درس رو درست فهمیده، من دیگه نگرانی ندارم. البته این هم بگم ها، به جز این با کلورم حتی میتونستی شروع کنی، ادامه بدی ببخشید، با کلورم میشد حتی ادامه داد، ولی این خیلی خوب بود، آفرین. چرا پرستو گفت این؟ نگاه کن پرستو رو، پرستو بگو پرستو چرا این؟ چون سمت چپ مشخص بود، داری بهش سمت رو مشخص بود. ماشاءالله. حالا پرستوی عزیز، اینجا چهار تا نیتروژنه، این ور سه تا نیتروژنه، من یه دونه نیتروژن میخوام، پشت این چند بذارم؟ یک چهارم. درود، یک چهارم. چرا یک چهارم؟ چهار با چهار ساده شد. آها، بشه یک با سه، بشه چهار. پرستو وسط موازن ظریف کسریشه، چه کنیم؟ وسط موازن ضریبام کسری شد، چه کنم پرستو؟ 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 پرستو صداش قطع شد. پرستو؟ 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 چند گذاشتم؟ آه فهمیدم. خب سه چهار تا دوا. آها اینجا سه بود، اوکی. خب پرستو چرا قطع شد؟ مرسی عادل، پرستو صداش قطع شده. پرستو، پرستو، نه مثل اینکه پرستو کلن قطع شد. خب باش، ما ادامه میدیم، اشکال نداره. پرستوی عزیز ما گفتش که وسط موازنه ضریب کسری شده، نکته گفته بودیم فقط ضرایبی که پیدا کردیم و تو مخرج ضرب کنیم. فقط ضرایبی که پیدا کردی، آه اونایی که پیدا کردی. این ستا رو باید تو چهار ضرب کنم، پس این میشه چند؟ 16. این میشه چند؟ 1. این میشه چند؟ 12. ایوان، ادامه میدم. با کی ادامه بدم؟ با کلور خوبه؟ این ور 12 تا کلور دارم، این ور یه 6 بذارم. ایوان، بس با کلور ادامه دادم، کلور خوب بود. دیگه چیزی مونده؟ هیچی دیگه، اسم مونده. پس بریم سراغ اس.
آره فقط اس موند. اس اینجا 2 6 تا 12 تا اس، اینجا 4 تا اس، پس 8 تا میخوام. اینجا هم یه ضریب 1 داره، 8 تا اس، پس موازنه شد. چک کن ببین درسته، کیا درست حل کردن؟ آها 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 خیلی عالیه، خیلی خوب حل کردید، باریکلا ماشاءالله، خیلی خوب حل کردید، عالی بود. برای اول کار موازنه جونداری بود. موازنه بعدی 1 دقیقه بودو بینم. موازنه بعدی 1 دقیقه میخوای عکس بگیری هر کاری کنی عکس بگیر، بعدی هم حل کن. 1 دقیقه بودو داوطلب. مهدیس جان اگر چون دستتو بالا، اگه داوطلب میخوای بشی باید اون علامت دست رو raise your hand اونو بزنی مهدیس، اونجا بیایی بالا عزیزم. مهدیس جان متوجه منظورم شدی؟ اگه داوطلب هستی آره raise your hand کن. خب آها دیدم مهدیسو. خب مهدیس سیدی رو وصلش کنیم. مهدیس جان سلام. خانم مهدیس، مهدیس جان صداتون نیست. مهدیس یه نفر دیگر رو وصل کنیم. غزل اسلامی. غزل جان سلام. خانم غزل سلام. خسته نباشید. خوبید شما؟ از چه استانی هستید؟ استان کرمان شهرستان امیر. ماشاءالله بازم کرمان. چه مدرسه ای؟ نمونه دولت. آها اوکی شما اوکی. یه سوال، با چی شروع کردی غزل؟ با اکسیژن. خانم غزل میگه با او شروع کردم، منم موافقم. 3 تا او اینجاست، 3 بذاریم اینجا. با کی ادامه دادی غزل؟ هیدروژن. هیدروژن منم موافقم غزل. 6 تا هاش اینجاست، 6 تا هاش اینجاست. با کی ادامه دادی غزل؟ کلور. کلور غزل جان 6 تا کلور اینجاست، 6 تا کلور اینجاست. با کی ادامه دادی دخترم؟ پتاسیم. پتاسیم 6 تا کا اینجاست، 6 تا کا اینجاست. با کی ادامه دادی دخترم؟ یود. 6 تا یود اینجاست، 6 تا یودم اینجاست. 2 تا N 2 تا N. عالی عالی، مرسی غزل جان. کیا درست حل کرده بودن؟ بسیار عالی. خب دیگه ماشاءالله دستاشون راه افتاده دیگه، ماشاءالله بسیار عالی. خدا رو شکر، خدا رو شکر. موازنه بعدی، این موازنه، این آخرین موازنه ایه که الان شما باید حل کنید. اینم 1 دقیقه فرصت، حل کن ببینم، حل کن ببینم.
با یود هم میشد. بله 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 با یود هم میشد. اوکی دیگه این سوالا دیگه حرفه‌ای دیگه میش... بعضی وقتا میشه با چند تا شروع کرد، مشکلی نداره که. قبلیه رو بعضیا عکس انداختن، یه عکس بگیرید از قبلیه. آره بعد بریم بعدی. خب حل کنی ببینم. داوطلب کی داری؟ داوطلب داوطلب آریان. آریان رو بذار وصل کنیم. آقای آریان سلام. آقای آریان، آریان، جناب آقای آریان. خب نه، مثل این که آریان زداش وصل نمیشه. یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، رحمانی. اوکی رحمانی سلام. رحمانی سلام. سلام علیکم، خوبی؟ رحمانی نخه، رحمانی هم صداش هنوز، بچه ها سیستم صوتیشون فکر کنم هنوز راه نیفتاده. کیو بس کنیم؟ زیاد شدن. یلدا خزری، یلدا خزری، خزری یلدا. یلدا سلام. خانم یلدا، تو راست میشه یلدا خانم؟ خب یلدا هم بس نشد. باش عادل، 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 بسم الله الرحمن الرحیم. مثل این که کلن عادل. آها اوکی، خب اشکال نداره، مثل که قسمت نیست، اشکال نداره آقا، اشکال نداره. سیستم مثل این که آره نه، فکر کنم هنگی از این وره. باش اشکالی نیست، من حل میکنم، ببینیم درست حل کردی، اشکالی نیستش. با چی شروع کنیم؟ با چی شروع کنیم؟ من اگر باشم من با اکسیژن شروع میکنم. اکسیژن سه تاست. خب اکسیژن اینجا هم سه تاست. خب هیدروژن این ور شیش تاست. هیدروژن شیش تاست. آها خیلی از بچه ها میگن آقا تو بعضی کتاب ها نوشته اکسیژن و هیدروژن رو اول کار شروع نکنید. خیلی اشتباه کرده، میتونیم اول کار هم شروع کنیم.
اومده میگه که ادامه بدم. ادامه کا بده، کا همینجا مجهوله، همینجا مجهوله، کا بده. بله کلور خوبه، چرا با کلور ادامه ندم؟ شیشتا کلور بله. بعد خدمت شما عرض کنم که دیگه حالا کا خوبه، حالا کا خوب شد، کا این ور شیشتا کا فیکس شد. اینجا یه کا دارم، یه پنجم میذارم اینجا که پنج کا با یه کا شیشتا کا. راستی پنج تا یود با یه یود بشه شیشتا یود، یه سم بذاریم اینجا اینم بشه شیشتا یود. خدایی کیا درست حل کرده بودن؟ خدا پیغمبری کیا درست حل کردن؟ خدا پیغمبری. آها بسیار عالی. خوب تا اینجا که خوب اومدیم، برگرد تو قوانینی که گفته بودیم. یه قانون مونده، قانون بنبست. در ضمن دو تا توجه هم باید داشته باشیم. باش، اولا که تو قانون بنبست چی میگه؟ میگه اگه تو شروع یا حتی ادامه به بنبست رسیدی، یعنی اتمی که شرایطی که باید داشته باشه رو پیدا نکردی، از روش ضریب مجهول ایکس و ایگرگ برو و به اتمهای موازنه نشده ضریب مجهول بده. الان به توضیح میدم. راستی هنگام موازنه کردن اگه ضریب ماده یک بود، یکو بذار لطفا. ممنونم. در ضمن تو موازنه واکنش هایی که یون دارن، لطفا مجموع بار یون ها در دو طرف هم چک کن. البته شما تو پایه ما موازنه بار رو تو دوازدهم میگیم، تو پایه شما چیزی تحت عنوان موازنه بار نداری، ولی یه لحظه گوش کن منظور این جمله چیه. مثلا به شما میگه، مثلا میان به شما میگه این که آقا FE مثلا دو مثبت به علاوه SN 4 مثبت، خب شده FE 3 مثبت به علاوه SN 2. یه لحظه گوش کن الان با این ضریبایی که من برات میذارم یه لحظه چک کن. اول جرما رو چک کن، دوتا فری یه اس این یه اس این. حالا نوشتم وقتی یون داری جمع باراتو بزن. جمع بار یعنی چی؟ دوتا چهار مثبت، اینم چهار مثبت، جمعش میشه هشت مثبت. پس اونورم باید هشت مثبت باشه، دو سه تا شیش مثبت و دو مثبت، اونورم شد هشت مثبت. آها، یعنی اگر تو موازنه بار داشتی، تو موازنه باردار هم جرم ها رو باید چک کنی هم بارها رو، یعنی باید از دو جنبه موازنه باشه، هم موازنه بار میخواد هم موازنه جرم میخواد. البته شما تو در مورد یازدهم موازنه بار نداریم، ما موازنه بار رو توی دوازدهم تو فصل دو برای بچه های دوازدهمی به طور کامل تشریح میکنیم. موازنه بار نداریم. آها، پس حواست این باشه. حالا اون نکته قانون بنبست رو میخوام برات توضیح بدم. قانون بنبست چیه؟ خب بیا اینجا. خب یه لحظه گوش کن. شاگرده میگه استاد من میخوام اینو موازنه کنم، از چی شروع کنم؟ اینجا
میگم خب فری خوبه، فری یه دونه، فری یه دونه، اس ان هم یه دونه، اس ان هم یه دونه. شاگرده میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این بر کلورا میشه 5 تا، این بر کلورا میشه 6 تا. استاد شاگرده دیوونه میشه، میگه اه استاد جور در نیومد که. خب اوکی، به بنبست خوردم، دیوونه شدی، چیکار کنیم؟ بیا ضریب مجهول بریم. ضریب مجهول چی میگه؟ میگه آقا قبول داری ضریب آهن اینجا اگه آ باشه، ضریب آهن اینجا آه، قبول داری اینو؟ ضریب اس ان اینجا بی باشه، ضریب اس ان اینجا بیه. آها خب شاگرده میگه خب که چی؟ میگم حالا بیا تعداد کلورات رو بشمر. الان تعداد کلورات اینجا میشه چقدر عزیزم؟ میشه 3. خب اینجا چقدر میشه کلورا؟ 2b. آفرین. اینجا چقدر عزیزم؟ 2a. اینجا چقدر بابا جان؟ 4b. خب 2a با 3a میشه a، 2b با 4b میشه 2b. آقا من به یه رابطه رسیدم، آ شده 2b. شاید تو بگی آ مساویه با 2b، از دیده معلم ریاضی بگی خب آ و بی عزیزم میتونه 1000 تا چیز باشه. راست میگه، تو آ و بی رو میتونی 1000 تا عدد در نظر بگیری. اما تو موازنه ما 1.5 ساعت قبل خوندیم ضرایب باید کوچکترین عدد ممکن باشن. آها خب ببخشید، شما میگید آ 2 برابر بیه، به بی کوچکترین عدد ممکنه بده. خب آ 2 برابرشه، بس آ میشه 2. جلال خالق، یعنی آ 2 بی 1. خب چک کن، همه اتم ها موازنه شد. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی به این روش میگن روش ضریب مجهول. تو جاهایی که به بنبست میخوری از این روش برو. خب فعلا ذوق زده نباش، بذار بریم یه دوتا، بذار بریم یه دوتا المپیادی حل کنیم از این کت و کلفتا. بذار بریم ببینیم چه جوریه. خب من خودم رو میذارم جایی تو که تازه موازنه رو یاد گرفتی. اینجا موازنه رو از کجا شروع میکنی؟ خیلی خوب گوش کن، به آخرای کلاس، به حرف من درست گوش کن، به حرف من درست گوش کن. خب 4 تا اکسیژن اینجا دارم، یه 4 میذارم اینجا، پس با اکسیژن شروع کردم. خب 8 تا هیدروژن اینجا دارم، 8 تا هیدروژن هم اینجا دارم، پس با هیدروژن ادامه دادم. یه دونه کا دارم، یه دونه کا دارم، یه دونه ام ان دارم، یه دونه ام ان دارم. خب تا اینجا که همه چی آرومه. آره تا اینجا که همه چی منطقی بود، تا اینجا که همه چی اوکی بود، تا اینجا که حرفی نداشتی. حالا میگم عزیزم حالا با چی ادامه میدی؟ اونی که گیج میجه میگه اسپی کلور آ، ولی بچه باهوشه برمیگرده میگه اسپی همینجا مجهوله، همینجا مجهوله، تو 2 جا مجهوله، کلور هم تو 2 جا مجهوله. ای وای من، به بنبست رسیدم، اینجا به بنبست رسیدم، چه کنم، به بنبست رسیدم. اینجاست که بچه خفنه میگه خب استاد پشت اسپی ایکس بذار،
پشت اسپی هم ایکس بذار، اسپیات هم موازنه شد. ای جانم، ای جانم، پس حالا برو کلوراتو بشمار، کلوراتو بشمار. کلور نداره اینجا که 3x به علاوه 8 1 2 5x 5x با 3x میشه 2x، 3 با 8 میشه 5، x میشه 5 دوم. ماشاءالله ماشاءالله x شد 5 دوم. خب پس به جای x بذار 5 دوم، به جای x بذار 5 دوم. موازنه تموم شد؟ نه 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 نه، تموم نشده، ضریب کسریه، آخر موازنه همه رو ضرب در دو یادت نره. به 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 به، چه موازنه ای بودا. اونایی که فهمیدن و حال کردن یه یس تایپ کنن، یس 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 یس. بسیار عالی، ماشاءالله. خوب 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 خوب، اوکی. برای هفته آینده راستی عکس یادتون نره، این دوتا رو برام حل کن برای هفته بعد. برای هفته بعد به جز این دوتا عکس گرفتید از این، به جز این دوتا تمرین های صفحه علامت بذار، صفحه هفت، تکالیف هفته بعد رو بنویس 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 تکالیف هفته بعد بنویس با چشم های خیس بنویس. صفحه هفت تکلیف شماره یک، صفحه هفت حل شده. تکلیف شماره دو، تستای صفحه هشت نو و ده هم حل شود. تستای صفحه هشت نو ده این هم حل شه. تکلیف شماره سه، جدول تناوبی و عدد اتمی هایی که هفته پیش گفته بودم و اونایی که هفته پیش گفته بودم و اونا رو هم باید بخونید. کسایی که هفته پیش نبودن باید فیلم هفته پیش رو ببینن بفهمن چی گفتم، وگرنه نمیفهمن. آدرس گروه تلگرام تو بنویس، آدرس گروه تلگرام بچه های 11 آنلاین، پشت سر همه ها فاصله نداره، آنلاین شیمی 11 آنلاین شیمی 11 بله، بچه ها هم بلا فاصله عضو شدن. آره دیگه، عکس خودمه دیگه. آره آره آره، اصلا عکس خودمه. شما آنلاین شیمی 11 پشت سر همه، تأکید میکنم، عضو این بشید، در خدمتتون هستیم. هفته بعد با کلی خبرهای خوب در خدمتتون خواهیم بود. تکالیف و تست هایی که هفته های بعد خواهیم داشت و تو گروه ارسال میکنیم، فعلا نمیخوام. خسته نباشید، خداحافظ خداحافظ، خدا به همراهتون، خدا به همراهتون، خداحافظ شما، خداحافظ شما.